إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما در شبها و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم، دهه مغفرت، دهه نجات از آتش جهنم. شبها و روزهایی است که ما باید با خیلی دقت و توجه و با حسرت به این شبها و روزها و لحظات نگاه کنیم تا چشم به هم بزنیم. این روزها و این شبهای بزرگ تمام می شود و روز عید می آید و این سفره گسترده خداوند جمع می شود. ببینید، این شبها که یک بار دیگه هم در حلقات گذشته عرض کردم، در دهه آخر احتمال شب قدر در هر شب تاق هست، یعنی امکان دارد شب 23، شب 25، شب 27 و حتی شب 29 امکان شب قدر هست. لذا تا حد توان یک ساعتی در این شبها انسان باید خلوت کند. در این شبها روایت دارد ان الشیطان لا یخرج فی هذه اللیله حتی یضیء فجره. در این شبها شیطان مغلوق است، بسته است، اجازه خروج ندارد. شبها شبهای تحول هست، شبهای تغییر هست، شبهای تولد مجدد هست، شبهایی است که انسان میتواند با یک اتصالی مثل این که از مادر متولد شده قرار بگیره. خدا که با کسی غلو نمیخواهد بکند، میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر. با یک گام انسان یک عمر میتواند در این شبها بردارد. این نهایت تفضل و عنایت خداست. بگذارید عرض کنم که خدا سه نوع تفضل به بندگانش داره. تفضل اول یا دائم الفضل علی البریه. این تفضل برای همه انسان هاست، برای مؤمنین، مسلمانان، غیر مسلمانان، حتی ملحدین، حتی اونهایی که به خدا و پیامبر اهانت میکند. این تفضل خداست. خدا رزق میده، روزی میده. از طبیعت خدا، از زیبایی هایی که در این دنیا فریده شده است، از اونها را برخوردار میکنه و استفاده میتواند بکنه. اما یک تفضل خاصی است، این بر مؤمنان هست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. اینا را بر هر کسی نمیدهد. توفیق شب زنده‌داری، توفیق روزه گرفتن، توفیق شرکت در مساجد، در نماز جماعت، در دعا، در ادعیه ها، شرکت در مراسم مذهبی، رفت و آمد با صله رحم، انفاق، اینها برای هر کس نیست. این یک توفیق خاصی است، تفضل خاصی است که از طرف خداست. اما بالاترین تفضل، تفضلی است که خیلی عالی است، مثل این شبها که با یک گام انسان یک عمر برمی‌داره. با یک آیه قرآن انسان تمام قرآن را میتونه ثوابش را بگیره. اینها یک عنایت ویژه است که خداوند میخواهد همه بندگان به بهشت بره. اگر همه نمیشه، اکثریت به بهشت بره، اقلیت به دوزخ بره. اینقدر راه باز کرده، اینقدر مستحبات را با یک مستحب کم انسان را به جاهای بالا میرساند که همه از این فیض عام و فیض خاص و فیض خاص الخاص که در این شب هاست بهرمند شود و راه نجات را پیدا کند انشاءالله. لذا قدر این لحظات، این شبها و این دقایق پایانی ماه رمضان را بدانیم و بار معنوی خود را در این شبها ببندیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.